سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، در ساعت پیش رو با شما عزیزان خواهم. جمهوری اسلامی در پی برگزاری مراسم سالگرد انقلاب اسلامی است فردا 22 بهمن ماه. دستاوردهای انقلاب اسلامی برای مردم ایران از جمله موضوعات مهم در محافل سیاسی داخلی ایران و نیز خارج از ایران بوده است. 35 سال پس از انقلاب اسلامی در ایران، شرکت‌های نفتی پس از تحریمی نسبتاً طولانی خود را آماده می‌کنند که احتمالاً بار دیگر به ایران بازگردند. آیا بازگشت شرکت‌های نفتی در پی سوز شدن بخشی از تحریم ها علیه برنامه جمهوری اتمی ایران به سود مردم ایران است؟ چگونگی قراردادهایی که بین حکومت ایران و شرکت های خارجی انعقاد شده است طی 35 سال گذشته، جزئیات آنها را آیا حکومت ایران آنگونه که قانون اساسی نظام برآمده از انقلاب اسلامی نیز خواسته است در اختیار مردم و مجلس گذاشته است؟ 35 سال پس از انقلاب اسلامی در ایران، آیت الله مصباح یزدی یکی از ارکان حکومت ایران میگوید نگرانی ما اصلا گرانی نیست، بلکه کمرنگ شدن ارزش هاست. این در حالی است که یک گزارش منتشر شده در رسانه های دولتی، رسانه های خبری دولتی میگوید یک سوم از سرپرستان خانواده ها در ایران عملاً بدون شغل هستند. پرسش ها بسیار است. در میان میگذاریم با آقای دکتر رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین الملل در انگلستان، و آقای دکتر هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه راتگرز و تحلیلگر سیاسی در نیویورک. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای امیر احمدی سلام به شما. سلام عرض کردم، قربان، سلام به شما و به بینندگان عزیزتون. آقای دکتر امیر احمدی، ببینید الان تحریم ها همچنان به قوت خود باقی هست، بخش بزرگیش. نشونه هایی که از اینکه به طور گسترده از میان برداشته بشه دیده نمیشه، اما زمزمه هایی هست برای بازگشت شرکت های نفتی. صنعت نفت ایران همه میدونیم که چه لطماتی خورد. این بازگشت ها تا چند اندازه جدی هست تا اونجایی که شما اطلاع دارید؟ فعلا که جدی نیست، برای اینکه تحریم روی نفت کماکان باقی است. روی سرمایه گذاری در بخش نفت هیچ تحریمی برداشته نشده، فقط سر اینکه نفتی رو که ایران میخواست بفروشه روی اون یه مقدار به اصطلاح تخفیف دادن امریکایی‌ها و جلوی کشورهایی که دارن نفت رو میخرن به شرط اینکه در چارچوب قانون امریکا بمونن براشون مشکل ایجاد نمیکنه، و بخشی از پول نفت نه همش ممکنه برگرده ایران. بنابراین در بخش سرمایه گذاری، در قسمت سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز هیچ اتفاقی نیفته به من اعتقاد نیفتاده به من اعتقاد دارم هیچ کمپانی نمیتونه الان با ایران قرارداد امضا کنه. البته امریکا الان کمپانی ها مخصوصا اروپایی ها دارن میرن ایران و زمینه سازی میکنن، یعنی دارن بازار رو نگاه میکنن، دارن میبینن چه پروژه های هست، شرایط گرفتن این پروژه ها چیه. به هر حال خود دارن آمادگی ایجاد میکنن که اگر یک وقت
این جریان حل شد، یعنی مشکل تحریم سرمایه گذاری در بخش نفت، بتونن زود برگردن و از رقیبات جلوتر باشن. بنابراین این حرکت هایی که شما میبینید بیشتر حرکت های آماده سازی هست و حرکت های خاص دیگری نیست. آقای امیرحمدی، آماری هست، یعنی برآوردی هست، تحقیقی هست که برای بازگردوندن صنعت نفت ایران به وضعیت قبل از انقلاب، یعنی 22 بهمن ماه، چون تنها سرمایه ایران هست، سرمایه بزرگ ایران و مردم ایران، چه میزان سرمایه لازم است؟ بله، راستش نمیدونیم. ما صحبت از 100 میلیارد تا 200 میلیارد میشه، ولی واقعیت اینه که در این 35 سال گذشته سرمایه گذاری مهمی در بخش صنعت نفت و گاز اتفاق نیفتاده و در هر دو بخش ما فقط تونستیم یک به قول خودمون نگه داریم سیستم رو به یه شکلی که زندگی روزانمون بگرده، وگرنه اتفاق مهمی توش نیفتاده. تکنولوژی مخصوصا بسیار بسیار عقب مونده است توی بخش صنعت نفت ایران. یکی از مشکلات حکومت هم همون تکنولوژیه. این تکنولوژی رو هم بخش وسیعش و بیشترش هم امریکایی‌ها دارن، یعنی اکسان و شوران و اینا دارن، که فعلا تا آینده نزدیک نمیشه روشون حساب کرد. البته اروپایی هم دارن تا مقداری، ولی مثل امریکایی ها نیستن از نظر تکنولوژی. تکنولوژی نفت و معمولا همیشه امریکایی ها نفر اولن. ایران این تکنولوژی رو میخواد، خب سرمایه هم میخواد سوای تکنولوژی، بعد مدیریت هم میخواد سوای اینا. یعنی مسائل خیلی اساسی داره، یعنی به این شکل هم نیست که اگه حتی فردا تحریما برداشته بشه به سرعت ایران بتونه مثلا 100 میلیارد دلار جذب کنه. من حتی اعتقاد دارم وقتی تحریما برداشته بشن بازم ایران در جذب سرمایه خارجی دچار مشکل میشه، یعنی آمادگی براش نداره. یکی از مسائل اساسیش نوع قراردادهاییه که معمولا کشورهای صاحب نفت به این کمپانی ها میدن. هنوزم در ایران سر این جریان یه سردرگمی وجود داره که بالاخره تا کجا میتونن برن جلو، چون یه خط قرمزی هست که از اون خط قرمز به اون ور بازم برمیگرده به این که به هر حال مملکت رو دارن میفروشن. مشکل خب سیاسی تو ایران هنوزم هست، یعنی نیروهای مختلفی دارن به همدیگه تماشا میکنن همدیگر رو، به اونم خودش مزیده بر علت این گرفتاری هست. به هر حال میخوام بگم که هنوز راه درازی داریم تا صنعت نفت ایران واقعا برگرده به روزهای قبل از انقلاب. خیلی راه وجود داره، به این سادگی هم نیست و من اعتقاد دارم در میان مدت حتی ممکنه نتونه اتفاق بیفته، شاید دو دراز مدت بشه. خوش آمد بگیم به آقای دکتر رضا تغیزاده در انگلستان. با سلام بشم. روز بشیم آقای شالنگی. آقای تغیزاده، در همین زمین راه درازی هست تا رسیدن به بازگشتن به وضعیت نفت ایران پیش از انقلاب. چه لطماتی رو، لطماتو که میدونیم، یعنی عوامل اصلی در این وضعیت که به وجود اومد چی هست؟ در همین 35 ساله ما البته شاهد بودیم قراردادهای نفتی محرمانه ای هم بسته شد، مثلا خانواده های رفسنجانی و بقیه اسمشون هم به میون اومد. چه عوامل است؟ سوء مدیریت، تحریم ها، جنگ، همه این هم. اجازه بدید آقای چارلنگی من تصویر روشنتری در پاسخ به پرسشی که مطرح کردید ترسیم بکنم. قبل از انقلاب میدونید تولید نفت ایران روزانه 6 میلیون بشکه نفت خام بود. امروز میزان تولید یه چیزی در حدود 2 میلیون و 600 هزار بشکه، یا اندکی زیادتر و یا اندکی کمتره، که این میزان با توجه به وضعیت فنی در چاهای نفت نوسان داره. هر سال در حدود 15% از این ظرفیت بالقوه کاهش پیدا میکنه، چون فشار چاهای کهنه کم شده. تقریبا 80% چاهای نفتی ایران چاهایی هستند که
از میانه عمر عبور کردند و با خطر افت فشار روبرو هستند. بنابراین میزان نیاز به سرمایه‌گذاری مستقیم برای افزایش ظرفیت تولید بیشتر از کشورهایی است که چاهای جوانتری رو به خدمت می‌گیرند. آقای دکتر امیرحمدی به این پرسش شما پاسخ روشنی ندادن، اجازه بدید من این رو روشن‌تر بگم. برای ایجاد ظرفیت تولید در حدود 15,000 بشکه در روز، متوسط نیاز به سرمایه در حدود 1 میلیارد دلار با استفاده از تکنولوژی پیشرفته. بنابراین اگر ما بخوایم حداقل در یک مورد برگردیم به جایی که 34 سال قبل بودیم، یعنی ظرفیت تولید روزانه نفتمون رو به 6 میلیون بشکه در روز برسونیم، باید 250 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی رو جذب بکنیم یا در داخل این سرمایه وجود داشته باشه، مشروط بر اینکه از تکنولوژی روس هم استفاده به عمل بیاد. هر دوی این موارد در ایران امروز به علت وضعیتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده از میان رفته است. آقای خمینی پیش از انقلاب وعده میداد که درآمدهای ناشی از فروش نفت رو در خونه ها بین مردم تقسیم میکنه و بعد از آمدن ضمن تکرار این وعده اشاره کرد که برق مجانی هم در اختیار مردم قرار میگیره، ولی بعد از 34 سال اون چی که با مردم تقسیم میشه زیان و ضرر اقتصادی ناشی از ببخشید اعمال سیاست هایی است که تنها برگشتن به وضع لمسی 34 سال قبل رو با 250 میلیارد دلار هزینه اضافی به شونه مردم امکان پذیر میکنه. ضمن اینکه اگر این هزینه انجام میشد، اگر که این وضعیت تغییر پیدا نمیکرد، درآمدهای روزانه اقتصادی ایران در حدی بود که معادل اون هزینه است که ما از اون یاد کردیم. یعنی عملا در هر 4 سال و 5 سال اگر این فرصت رو ما به سال در نظر بگیریم، ما یک جنگ 1,000 میلیارد دلار زیانبار با عراق رو در داخل کشور بدون جنگ تجربه میکنیم. نتیجه این وضعیت که امروز اقتصاد یک مملکتی که ترکیب انرژی اون بزرگترین ذخیره انرژی فسیلی دنیاست، ولی رشد اقتصادی اون رشد 6% اقتصاد منفی است. حالا چطور میشه این نظام را از داخل اصلاح کرد؟ این رو باید کسانی که داوطلب اصلاح اون هستن بهش جواب بدن. به نظر من جمهوری اسلامی، حاکمیت موجود، سیاست‌های کلان آن عملاً از پیدا کردن هر راه حلی عاجز موندن و این نظام در مجموع به انتها رسیده. قابلیت اصلاح برایش وجود نداره. مسئله این نیست آقای چارلنگی که امروز 250 میلیارد دلار شما سرمایه فراهم بکنید که این چیز غیر قابل دسترسی است و فکر بکنید که شرکت‌های نفتی فردا به ایران برمیگردن. آقای دکتر امیرحمدی به درستی اشاره کردند که تنها ترکیب قراردادها نیست که میتونه جاذبه ایجاد بکنه، اونطور که آقای حسینی دیروز در تهران اعلام کرد، برای شرکت‌های نفتی خارجی برای برگشتن به ایران. من یادآوری میکنم که برگشتن رفتن شرکت‌های نفتی در 2 سال گذشته که قانون اعمال تحریم یک جانبه آمریکا و بعد اروپا علیه ایران تصویب شد و اجرا شد، ایران رو ترک نکردن، قبل از اون ترک کردن. سالها قبل از 2 سال تحریم یک جانبه اروپا و آمریکا، شرکت های مثل استاتول، مثل توتال، مثل حتی شرکت های آسیایی پتروناس بساطشون از ایران جمع کردن، دفاتر رو بستن و رفتن. و حتی یک شرکت مثل کشور مثل ژاپن که در مورد نفت آزادگان با ایران قرارداد بسته بود، ژاپن رو ایران جانشین آمریکا کرده بود برای بهره برداری از این حوزه بزرگ، 2 میلیارد دلار به ایران غرامت پرداخت و اونجا رو ترک کرد. این نکته به درستی اشاره شد که تنها پول نیست، مسئله محیط سرمایه گذاری است، امنیت رجعت سرمایه است و بازدهی اون سرمایه است که جذب میکنه سرمایه گذار خارجی رو که تکنولوژیش رو به کشور صاحب نفت ببره یا هر ماده خام دیگری و مشغول به بهره برداری بشه. این شرایط رو جمهوری اسلامی در ایران از میان برده، به این علت شرکت‌های نفتی ایران رو ترک کردن و علاوه بر اون قراردادهایی که پیش از انقلاب زمینه عقدش فراهم بود
و به موجب اون تعریف میشد که نفت متعلق به مردم ایران هست، قانون نفت سال 53 که بعد در سال 66 در جمهوری اسلامی اصلاح شد، ولی روح اون حفظ شد، منابع نفتی متعلق به مردمه و حاکمیت جمهوری اسلامی اختیار اداره اون رو داره، ولی صراحت داره در قوانین جمهوری اسلامی به خصوص در قانون اساسی اون، ماده 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی، ماده 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی، ماده 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی پرهیز میده سرمایه گذار خارجی رو از سرمایه گذاری در منابع نفت ایران و اون رو تعریف میکنه که از این راه اقتدار ایران بر منابع خامش از دست میره و پرهیز میده دولت رو و حاکمیت رو از داخل شدن در هر مذاکره. حالا برخلاف روح قرارداد به متقابل که پیشتر در ایران اجرا میشد، دولت به علت از دست دادن زمینه در کنار گذشت‌های اتمی که با آمریکا به عمل آورد، در مورد نفت هم حالا به اصطلاح لنگ انداخته و اون چیزی که مایملک مردم بوده در یک عقبگرد نسبت به قراردادهای به متقابل تغییر داده به قراردادهای مشارکت در تولید و حالا دعوت میکنه از شرکت‌های خارجی برای آمدن و سهم گرفتن در دارایی‌های مردم ایران، فقط با این انتظار که بتونه ظرفیت تولید رو بالا ببره. ولی این هدف هدفی است بسیار بزرگ، دست پیدا کردن اون از قابلیت‌های جمهوری اسلامی متأسفانه دوره. بله، آقای دکتر امیر احمدی هم اشاره کردن که راه دراز در پیش هست اگه بخوان چنین کنه. آقای امیر احمدی در همین زمینه نکته‌ای هست مایل هستید بگید؟ آره، ببین حرفای آقای تغیزاده درسته، فقط یک نکته کوچک بگم. اولا فکر نمی کنم ایران اصلا نیاز داشته باشه 6 میلیون بشکه در روز دوباره تولید کنه، اصلا غیر ممکنه، نه به خاطر تکنیک و سرمایه بلکه بازارشو نداره. الان بازار نفت بازار دیگریه، الان عراق وارد میدون شده، لیبی بزرگ داره میشه، بعد عربستان کلی چیز کرده، اصلا خود بازار نفت دیگه ظرفیت 6 میلیون بشکه برای ایران رو نداره و اوپک هم به هیچ وجه به ایران اجازه نخواهد داد که 6 میلیون تولید کنه. بنابراین مشکل فقط در واقع سرمایه نیست و مشکل فقط تکنولوژی نیست، بازار هم هست. ایران دیگه اون بازار رو نداره. فکر میکنم ایران در بهترین شرایط بین 4 تا 4.5 میلیون بشکه اگه بتونه از اوپک بگیره یا بتونه بفروشه، باید کلاشو بذاره هفت طبقه آسمون به اصطلاح. نکته دوم در همین رابطه، سرمایه گذاری در بخش نفت خیلی طولانیه. معمولا شما سرمایه رو که امروز میذاری بین 5 تا 7 سال جواب میده. یعنی ما تو ایران دو نوع سرمایه گذاری خواهیم داشت. یه سری سرمایه گذاری هایی هست که تعمیراتی هستن، یعنی گاز بزنن به این چاهایی رو که از نفس افتادن و تولیدشون رو ببرن بالا. دوم هم این که به اصطلاح حفاری های جدید بشه، سرمایه گذاری جدید به طور کلی بشه. اونا بین 5 تا 7 سال وقت میبره تا بیاد به اصطلاح سر کار. بنابراین حتی اگه کمپانی ها هم برگردن، بازم مشکل وقت هست، زمان هست. و بنابراین میخوام بگم هم مشکل زمان هست، مشکل بازار هست، مشکل سرمایه هست و البته مشکل تکنولوژی. اینا همشون مشکلاتی هستن که جلوی پای جمهوری اسلامی هستن و جمهوری اسلامی با آسونی نمیتونه از این موانع گذر کنه. و حالا واقعیت دیگه هم اینه که هنوز تو ایران اینکه این حرکتی که داره میشه تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه روشن نیست. یکی از مشکلات جمهوری اسلامی این بوده که نتونسته حرکتاش و سیاستاش رو با دوام پیش ببره، دوام پذیری تو حرکت ها نبوده. یعنی ما دیدیم بارها و بارها دیدیم یه دولتی میاد میخواد یه حرکت هایی بکنه، میره جلو تا به یه جایی میرسه، بعد یه عده میان و همه اینا رو از بین میبرن، دوباره از به اصطلاح صفر شروع میشه. چرا اینطوره؟ در ایران چه اتفاقی داره میفته و آیا اصلا این حرکت هایی که آقای روحانی داره میکنه در رابطه با غنی سازی، در رابطه با نفت و غیره، در تحلیل نهایی با دوام باشه؟ یادتون باشه بین ایران و کشورهای غربی مخصوصا امریکا یک انقلاب نشسته. این انقلاب مهمیه، انقلاب چیز ساده ای نیست، یکی از 4مین انقلابای بزرگ دنیا بود، انقلاب خیلی رادیکال ماسی بود.
این انقلاب هنوزم رادیکاله. آقای خامنه‌ای هنوزم خودشو انقلابی تعریف میکنه، نه دیپلمات. این واقعیت هست. بنابراین یک جایی این انقلاب با این حرکت‌های آقای روحانی تصادم پیدا میکنه، همونجور که آقای تقی‌زاده با درستی گفتن، این انقلاب حتی توی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم نهادینه شده. یعنی یه جایی میرسه که با آقای روحانی میگن آقا تو قسم خوردی که برای به عنوان رئیس جمهور قسم خوردی به این قانون اساسی وفادار باشی. این کارات در اون جهت نیست. بنابراین میخوام بگم ضد انقلاب میشه تعبیر کرد آقای امیرحمد. بله، یعنی حرکت های آقای روحانی رو شما میشه از حرفتون استنباط کرد که حرکت هایی است که ضد انقلابه. نه من نه نخواستم بگم، نه من همچی چیزی نمیگم و این حرف تو دهن بنده ننداز. بنده نگفتم میشه ضد انقلاب. نه نه ببین میخوام بگم که نه ببین آخه داستان اینجوریه، بذار من بیشتر تعریف کنم. ببین تو ایران ما در دو سطح زندگی میکنیم با این حکومت، یکی در سطح نظام هست، یکی در سطح دولت. انقلاب در سطح نظام قرار داره. در سطح دولت، دولت ها همیشه عملگرا بودن، همیشه سعی کردن به اصطلاح اجراییه، میخوان به زندگی مردم برسن، گرفتاری دارن، بیکاری هست، تورم هست، از این حرف ها. بنابراین همیشه در سطح دولت حرکت های عملگرایی، حتی آقای رو آیق احمد نژاد هم داشت، میخواد با امریکا بسازه، میخواد سرمایه ها بیان، از این حرفا. ولی به یه جایی میرسه که این حرکت های دولتی در سطح عملگرایی تصادم پیدا میکنه با اون سطح نظام که بالاترش نشسته، از ولی فقیه هست، سپاه هست، امنیت هست، نهادهای انقلابی هستن، میدونید نهادهای روحانی هستن، قوم هست، مشهد هست و از این هر امام جمعه ها هستن و غیره. وقتی که به اونجا برخورد میکنه، اون وقت نظام اینا رو میکشه پایین، یعنی نمیذاره. حالا آیا این دفعه نظام میذاره اصلا بره این جریانی که اتفاق افتاده توی نظام هم بره، یعنی نظام هم خودش رو به اصطلاح چیز کنه، مودیفای کنه، خودش رو تغییر بده و همجهت باشه؟ من فکر نمی کنم راستش. من اعتقاد دارم که هنوز زوده. الان حداقل در این مقطع مطمئنم که یک جایی این حرکت های آقای روحانی با نظام یه تصادمی میکنه و نیروهای انقلابی هم به این سادگی وا نمیدن که هر اتفاقی تو ایران بیفته. به هر حال یادتون باشه ما ایرانی ها 35 سال پیش رفتن انقلاب کردن و یکی از اساسی ترین شعار این انقلاب استقلال بود و معنای استقلال این بود که هیچ کشوری، هیچ قدرتی به ما نگه چه کار بکنیم، چه کار نکنیم. خب با این تعریف از استقلال، این اتفاقی تو ایران داره میفته نمیتونه توان پذیر باشه، مگر اینکه کلن این انقلاب رو دوباره تعریف بکنن و یه اتفاقی درش بیفته مثل زمان چین مثلا یا زمان گورباچوف، که اصلا یه جریان جدیدی پیش بیاد که به نظر من ممکنه پیش بیاد ولی فعلا زوده. بله سپاس. من از هر دو مهمان برنامه خواهش میکنم کوتاه‌تر بفرمایید که به موضوعات دیگه برسیم. آقای تقی‌زاده، دولت ها عملگرا بودن، دولت های جمهوری برآمده از انقلاب، دولت های پس از انقلاب، نکته دو از جمله دولت آقای روحانی، آیا این دولت ها جدای از پیکر نظام هستند؟ آیا این عملگرایی اونها در مسیر مصالح و منافع ملی بوده یا گاه تندتر از خود نهاد انقلابی نظام؟ و یکی این که آیا پیش از انقلاب ایران استقلال به معنی که آقای دکتر امیر احمدی گفتن نداشت، یعنی اونطور که کسان دیگه و نهادهای دیگه و احزاب دیگه هم میگفتن ایران گوش به گفته های واشنگتن داشت و آمریکا و مستقل نبود؟ آقای تریز من ببخشید پاسخهای خودم رو کوتاه میدم که مجال برای همه اونها باقی باشه. اول خوشحالم از اینکه آقای دکتر امیر احمدی حالا تمایل بیشتری به اعتدال نشون میدن و قبول شکست های انقلاب، و تاسفم این است که
چرا ایشون خیلی روشن نمیگن که این انقلاب شکست خورده، حتی اگر نیت درستی در ابتدا نزد بعضی از انقلابی ها بوده، انقلاب در 34 سال گذشته در جهت خلاف منافع مردم، منافع ملی ایران حرکت کرده و امروز به انتها رسیده. نیاز به اصلاح انقلاب یا تجدید تعریف انقلاب نیست، اعلام پایان اونه و آغاز تازه‌ای برای ملت ایران. آزادی با انقلاب در تباین، دموکراسی با انقلاب در تباین. باید ما به فردای ایران بدون انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی فکر بکنیم تا بتونیم راه حل پیدا بکنیم برای بازسازی این مملکتی که در 34 سال گذشته فقط فقر و تخریب رو تجربه کرده و از روح و جون مردم تا اقتصاد اونها زیر فشار بوده. در مورد اینکه آیا ما واقعا میتونیم یا میخوایم یا باید نفت رو در حد قبل از انقلاب حفظ بکنیم، باید این رو حفظ میکردیم، ولی نمیتونیم حفظ بکنیم. همه کشورهایی که بیش از انقلاب 34 سال گذشته حدود ظرفیت تولید نفتشون در حد ایران بود، این رو حفظ کردن. عربستان سعودی 8 تا 10 میلیون تولید میکرد، حالا 11 میلیون تا 10 میلیون تولید میکنه. اتحاد شوروی 10 میلیون بشکه نفت تولید میکرد، حالا در همین حد تولید میکنه. کویت و کشورهای کوچک دیگر منطقه هم در حدود 2 میلیون بشکه نفت تولید میکردن، حالا هم همون رو تولید میکنن. این ایرانه که بیش از 60% ظرفیت تولیدش رو نسبت به قبل از انقلاب از دست داده، در شرایطی که حالا راه‌های تازه دست پیدا کردن به انرژی فسیلی پیدا شده. کرکینگ دست آمریکا رو برای منابع تازه باز کرده. شل اویل ها، شل گس ها، سنگواره های نفتی کانادا، استخراج در عمق چند هزار متری اقیانوس ها، استخراج نفت در آلاسکا، در سیبری، اینها عواملی هستند که بازار نفت رو متزلزل کردن. و در این شرایطی که ایران چون محیط سرمایه گذاریش رو تغییر داده، تخریب کرده، دیگه قدرت رقابت با کشورهای دیگر رو نداره، ولی با این حال یک کشوری مثل عراق که حالا میخواد بازسازیش رو با الگوهای تازه بکنه، هدف رسیدن به 12 میلیون بشکه تولید روزانه رو پیش گرفته و همین حالا تولید اون از ایران در حدود 15-20% روزانه بیشتره و صادراتش بیش از 40% از ایران جلوتر رفته و اونها میخوان در 5 سال آینده به هدف 8 میلیون بشکه تولید در روز برسن. برای اینکه میبینن افزایش تولید امروز در خدمت قدرت ملی و بهبود اقتصادی میتونه قرار بگیره، وضعیتی که ایران از دست داده. ولی برگردم به سوال دوم شما آقای چارلنگی که آیا این استقلال مفهومش قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تغییر کرده. استقلال یعنی قدرت اعمال حاکمیت ملی، نه اینکه ما با بقیه دنیا ارتباطمون رو قطع کنیم، یه دیوار دور خودمون بکشیم، بگیم شما به ما تاثیر نگذارید، ما هم به شما تاثیر نمیگذاریم و میخوایم مستقل باشیم. مستقل به اون معنا، به معنای انزواست، در حالی که دنیای امروز هر روز مرتبط‌تر از روز گذشته میشه به هم دیگه. جامعه اروپا یکی از زائیده‌های اشتراک سیاسی است، اختلاط ملیگرایی است، اختلاط ملیت و منافع ملی است. بنابراین نباید بگیم ما از کی حرف میشنویم یا به کی حرف میزنیم و این استقلال ما رو جریحه‌دار میکنه یا نه. درسته که امروز ایران اختیار برنامه‌های اتمیش رو، اختیار استخراج نفتش رو، اختیار انتقال دارایی‌های ملیش رو ناگزیر و به علت ضعف به خارج سپرده، در حالی که 35 سال پیش مدعی استقلال بوده. درسته اینها استقلال‌های از دست رفته است، ولی اگر ایران کشور مرتبطی باقی میمون، چه اشکال داشت با بریتانیا، با فرانسه، با آمریکا، با استرالیا، با کانادا روابط دوستانه‌ای داشته باشه و در زمینه منافع مشترک تصمیم‌های مشترک بگیره، گاهی توصیه بپذیره، گاهی توصیه بکنه. ولی طبیعتاً کشوری که قدرتمندتر هست، توصیه‌هاش همراه با اقتداره و اعمال قدرت استقلال رو همسو با منافع ملی قرار میده، چیزی که جمهوری اسلامی فقط میتونه شعارش روی کاغذ بنویسه، ولی به علت نداشتن بضاعت ملی، نداشتن قدرت ملی، امروز تاثیرپذیرتر از هر کشور ضعیف دیگر منطقه است. در همین زمینه آقای امیر احمدی اگه صحبتی هست و نه به مسئله دیگه میپرسیم، نظری داشتید؟ نه، من حرف آقای تقی‌زاده رو کاملا قبول دارم. چیزی که من عرض کردم اون تعریف از استقلال تعریف من نیست. عرض کردم که انقلاب اون تعریف رو از استقلال کرد و بنابراین به همین دلیل دچار مشکل امروز. آقای امیر احمدی ببینید، یکی از
نهادهایی که پیش از انقلاب اسلامی در ایران وجود داشت و قدرتمند بود در همین زمینه نفت، اوپک که در واقع به تعبیری خیلی هم میگفتن مثلا خودش به یک کارتل بزرگ، بزرگترین کارتل نفتی جهان هست و هرچی، که قدرت تاثیرگذاریش در عرصه اقتصادی، در بازارهای نفتی، در عرصه سیاسی، همه اینها کم و بیش هم نسلان ما میدونه. بعد از انقلاب اسلامی از میون رفت عملا، یعنی اوپک اون نقشی رو که قبلا داشت نداره. انقلاب اسلامی ایران چند اندازه تاثیر داشت در کمرنگ شدن نقش اوپک در بازارهای نفتی و اصلا در جهان نفت؟ خب تاثیرش کم نبوده. الان ببینید، یکی از مشکلات اوپک بعد از انقلاب اختلافاتی بود که بین عربستان و ایران شکل گرفت. این اختلافات دستادفن ایدئولوژیک بود، بخش مسئله نفتی نبود. یعنی حکومت شیعه سر کار اومد تو ایران، با یه حکومت سنی توی عربستان دچار دردسر شدن و کماکان هم همون دردسر رو دارن. اینا سعی کردن در درون اوپک به اصطلاح با هم یک جوری کنار بیان، ولی در اکثر موارد اختلافاتشون درون اوپک عمده شد و به هر حال اوپک رو دچار مشکل کرد. نکته دیگه در مورد اوپک، اصلا بازار نفت دنیا عوض شده. یعنی الان به هر حال حتی اگر انقلاب اسلامی هم نبود، اعتقاد دارم اوپک دیگه اون کارتل قدرتمند دهه 70 و اینا نبود. یعنی الان دیگه کارتل بازی در بازار جهانی زیاد کار نمیکنه، برای اینکه به قدری این بازار به اصطلاح جهانی شده و به هم تنیده شده و جانشینی به اصطلاح پرودیوسرها، یعنی تولید کننده و مصرف کننده، به قدری اینا تنیده شده به هم، به آسانی انجام میشه که نمیتونه یک مثلا سازمانی مثل اوپک بیاد و مناپولی ایجاد کنه. می الان اوپک تمام کارش این بود که میخواست تولید رو در واقع کنترل کنه که بتونه از طریق کنترل تولید، مقدار تولید، نفت قیمت رو بالا نگه داره، در یه جایی ثابت نگه داره. ولی خب بعد در این دو دهه گذشته، سه دهه گذشته در واقع این دنیا عوض شده. الان نفت و شمال توی نروژ و انگلستان عمده شدن، امریکا الان داره عملا داره در چند سال آینده چیز میشه، مستقل میشه. کانادا خیلی وسیع وارد این بازار شده، تکنولوژی نفت خیلی قدرتمند شده و در جاهایی رو که نفت یه وقتی صرف نمی مقرون به صرف نبود، الان مقرون به صرف هست که تولید بشه. به هر حال بازار نفت هم چیز شده، خیلی عوض شده و تکنولوژی عوض شده. به همین دلیل هم اوپک اون قدرت رو دیگه نمیتونست داشته باشه. یعنی وسط هم باز کشورهایی هم از اوپک رفتن بیرون و اوپک خب ضعیفتر هم شد. بعد دنیای عرب هم در مجموع، اون عرب اوپک، مثل اوپک عرب، اونا هم خب با هم خیلی بیشتر کار کردن درون خودشون تا درون اوپک وسیع‌تر و بزرگتر، برای خاطر اینکه ایران بود، جنگ عراق یکی از جنگ ایران و عراق یکی دیگه از این میدونید موانعی بود که وارد بازار اوپک شد، گرفتاری برای اوپک به وجود آورد. به هر حال موانع زیادی بود که اوپک رو به هم ریخت. بنابراین میخوام بگم که اوپک، خب جمهوری اسلامی تاثیر خیلی زیادی روی اوپک داشت، ولی به نظر من بدون انقلاب اسلامی هم اوپک اون قدرتی رو که دهه 70 بود دیگه نمیشد. آقای تغییرزاده، ایران یکی از تاسیس کنندگان اوپک بود، در واقع مؤسسین اوپک بود. قدرتمند شدن اوپک و بعداً ایستادگی محمد رضا شاه پهلوی در برابر شرکت‌های نفتی به یک اعتبار و اعلام اینکه قراردادهای نفتی رو در سال 79 تجدید نخواهد کرد و اعتراض به اینکه کالاهای شما گرونتر از نفت ماست که می‌خرید، اینها قدرتمند شدن اوپک و بقیه صحبتایی که بهش اشاره کردیم، اینا رو خیلی باعث این زمینه‌ساز این می‌دونن که شرکت‌های نفتی نیز یا غرب
نقشی رو در سرنگونی محمد رضا شاه پهلوی به ایفا کنه. این نظر تا چند اندازه بر واقعیات مبتنی هست و سیاست نفتی محمد رضا شاه پهلوی چه نقشی داشت یا چه اثری داشت در یک همچین واکنش غرب؟ این سوءظن در ایران وجود داشته آقای چارلنگی و شاید زمینه‌های درستی هم میشه برای اونها پیدا کرد. اگر به مطبوعات قبل از انقلاب غرب نگاه بکنید، نگاه‌های انتقادی افکار عمومی متوجه شاه بود که اون رو به عنوان یکی از عوامل باز در درون اوپک یا شاهین در درون اوپک معرفی می‌کردن و این نگاه رو شرکت‌های نفتی هم داشتن. من یادم آقای رئیس وقت اکسیدنتال که به عنوان پرنس سرخ یا شاهزاده سرخ از اون یاد می‌شد و روابط خوبی با برژنف یکی از رؤسای جمهوری و رهبران سابق اتحاد شوروی گذشته داشت، کتابش رو به عنوان خاطرات آرمن همر نگاه می‌کردم. یه بخشی از این، یه فصلی از این عنوانش از دیویز شاه ایران، شاه روباه صفت یا مکار ایران، که تو اون قصه آرمن همر میگه شاه چطور سر این آدم کلاه گذاشته بود و به عنوان واسطه حوزه نفتی که او بهش علاقمند بود در خلیج فارس بهش بپردازه نزدیکی امارات و میخواست این واسطه‌گری رو به شرطی اعمال بکنه که قیمت نفت خرید بهتری به او بده و اینو ببره پیش کنسرسیوم در داخل واسطه قرار بده برای افزایش قیمت نفتی که کنسرسیوم با ایران معامله میکرد، در مقابلش هم سلاح بگیره از آمریکایی‌ها، مبادله سلاح با نفت. ولی آرمن همر میگه بعد از اینکه همین کارا رو من کردم، قیمت بالاتر دادم، شاه برد این قیمت رو پیش کنسرسیوم گذاشت، من گفت من مشتری بهتری دارم و اونها رو وادار کرد به قبول خرید نفت با قیمت بالاتر و همینطور نیازهای تسلیحاتیش رو هم تامین کرد. و بعد وقتی که اون منطقه به ایران واگذار شد، یعنی حوزه‌ای که بعد از برگشتن جزیره ابو موسا و دوتوم در محدوده خاک ایران قرار می گرفت، اکسیدنتال دید که حتی برای استخراج این منطقه هم باید با ایران وارد گفتگو بشه. طبیعتا با این برداشت شرکت‌های نفتی نظر خوشی از شاه ایران که به دنبال استقلال نفتی ایران بود، به دنبال اعمال حاکمیت ملی ایران بود نداشتن و از فشار او برای گرفتن قیمت‌های بالاتر رنجیده بودن و هر کسی که در اروپا آمریکا روی پمپ بنزین میره برای پر کردن ماشینش، در کنار بقیه حرفا یک فحش هم به شاه ایران میداد. البته این وضعیتی نیست که بشه انکار کرد. شرکت های نفتی هم دارای سیاست خارجی بودن، هم در کشورهای مطبوع خودشون با کشور وزارت خارجه اون کشورها سیاست هاشون رو هماهنگ میکردن و طبیعتا در اجرای این سیاست ها هم قادر بودن سرمایه گذاری بکنن. بنابراین شک زیادی نباید داشت که شرکت های نفتی اگر طرح اجرایی خاصی هم نداشتن، بسیار علاقمند بودن که پشت شاه رو ببینن و به دنبال رفتن شاه تضعیف اوپک رو تجربه بکنن. اوپک الان کشورهاش بیش از 75% از ذخایر نفت دنیا رو در اختیار دارن، در حالی که بازار نفت امروز دنیا تنها 37%ش در اختیار اوپکه. آمریکایی ها بساط خودشون رو و شرکت های نفتی بزرگ از این منطقه جمع کردن و با پرداختن هزینه بالاتر سعی میکنن نفت امتر رو در بقیه نقاط جهان کشف بکنن، استخراج بکنن و مصرف بکنن. روی امیر احمدی هم یک اشاره به همین موضوع داشت. بله، بعد اخیرا هم که در داکوتا منابع نفتی بسیاری کشف شده، های امیر احمد نیست؟ بله، کجا؟ در داکوتا، نورت داکوتا، داکوتای شما. بله داکوتا، بله بله بله. ببینیم به هر حال امریکایی‌ها دارن نفت زیادی کشف میکنن و اصلا این مسئله تکنولوژیه. یه مقدار نفت ها قبلا وجود داشت، کشف شده بود، چیز جدیدی نیستن، ولی تکنولوژی نبود که اونو با مصرف، با چیز، با به اصطلاح با صرفه تولید کنه. الان تکنولوژی میتونه اینا رو با صرفه تولید کنه. ببین در مورد سوالی که در مورد سیاست نفتی شاه و بحث کمپانی های نفتی به شاه کردیم، آقای تغیزاده کرد، من اجازه بدین من یه دید دیگری را هم مطرح بکنم. بفرمایید. عرض کنم که حضورتون که اولا میدونید نفت به خاطر داستان مصدق در ایران همیشه سیاسی بوده. از وقت بعد زمان آقای مصدق نفت سیاسی شده و کمپانی های نفتی به اصطلاح غولای سیاسی مطرح میشن که کودتا میکنن و حکومت بیرون میکنن و از این حرفا.
واقعیت اینه که نه اون زمان و نه الان خود کمپانی ها نبودن که مصدق رو سرنگون کردن یا شاه رو، بلکه دولت هایی بودن که پشت سر این کمپانی های نفتی قرار داشتن، انگلستان، امریکا و کسان دیگه. این خیلی مهمه بهش توجه بکنیم. یعنی من فکر نمی کنم کمپانی های نفتی هستن که شاه رو سرنگون میکنن یا مصدق رو سرنگون میکنن. بله، ولی خب اشاره به این هست که در خیلی از کشورهای غربی خود شما میدونید که به هر حال کمپانی های نفتی بی ارتباط با دولت ها نیستن. نه من که نمیگم هیچ کش، همه حکومت ها به اصطلاح شرکت های از شرکت های خودشون حمایت میکنن. این چیز جدیدی نیست، حالا نفت باشه یا از کن تکنولوژی باشه چه فرقی نمیکنه. میخوام بگم این چیزی به نام نفت نیست که اینقدر، حالا نفت اون موقع خیلی بزرگ بود، الان مثلا کمپانی های نفتی الان دیگه اونقدر بزرگ تو دنیا نیستن. مثلا الان مایکروسافت از اکسان هم بزرگتره. میخوام بگم که اونجوری نیست. حالا نکته‌ای که من دارم اینه که من فکر کنم کمپانی های نفتی اصلا مشکل افزایش قیمت و اوپک نداشتن. چرا؟ برای اینکه کمپانی های نفتی هرچی قیمت نفت بره بالا بیشتر سود میبرن. اصولا خود کمپانی های نفتی هستن که پشت این جریان افزایش قیمت هست، برای اینکه تو افزایش قیمت سود بیشتری هستش. یعنی هرچی اون رقم نفت برای هر بشکه زیادتر باشه، در همون رقم سود بیشتری هم وجود داره. به هر حال میخوام بگم که کمپانی های نفتی از اینکه شاه قیمت نفت رو بالا برد عصبانی نبودن از دست شاه، برعکس خوششون اومد. مشکل به نظر من شاه در رابطه با نفت این شد که شاه یک سیاست وابسته کردن نفت با ارتش شد. یعنی اومد از درآمد نفت برای قدرت سازی استفاده کرد. یعنی یکی از سیاست های اصلی زمان شاه این بود که بین نفت و ارتش یه پل زد، پول نفت رو برداشت کرد توی جت و هواپیما و چه میدونم هلیکوپتر و از اینا به یک ارتش بسیار قدرتمند. یعنی همه پول نفت رو، چون در زمینه همه من اصلا دارم نسبی حرف میزنم. من دارم عرض میکنم که به هر حال شاه یکی از سیاستاش این بود که بخشی از پول نفت رو بریزه توی ارتش و یک ارتش قوی بسازه و این کارم کرد. من اعتقاد دارم مشکل اونجا شروع شد. یعنی از یه طرف پول نفت، قیمت نفت گرون شد، درآمد ایران زیاد شد، این درآمد ایران رفت توی ساختن یک ارتش قوی. در اینجا هم اسرائیلیا، هم عربا، هم امریکایی‌ها و اینا یواش یواش همشون وحشت زده شدن. یعنی شاه یواش یواش به یه جایی رسید که داشت در واقع بازونشون میداد به دنیا و به دنیای عرب و به اسرائیل و اینا. من فکر کنم که اونجا بود که تصمیم گرفته شد که شاه باید بره. یعنی یادت باشه یکی از سیاست‌های غرب در رابطه با ایران از اواسط قرن 19 تا الان این بوده که یک ایران قوی یک ایران خطرناکه و یک ایران ضعیف یک ایران بهتریه. بنابراین تمام قدرت‌های بزرگ دنیا همیشه سعی کردن هر موقع ایران به سوی قدرت میره بزننش، حالا حکومتشو عوض کنن، بالاخره یه بلای سرش بیارن. همین میدونید. بنابراین میخوام بگم که شما باید اینو دقیق‌تر و وسیع‌تر به این جریان نگاه کنید. من اعتقاد دارم که مشکل شاه با کمپانی های نفتی نبود، بلکه با دولت هایی بود که پشت سرش قرار گرفته بودن. به این دولت ها هم نه به خاطر اینکه نفت قیمتش رفته بود بالا، بلکه پول نفت رفته بود توی ساختن قدرت در ایران و این قدرت نگران میکرد و با کشورها رو و با در همین زمینه پول نفت خرج ارتش میشد، بخشیش نگران کننده بود از عرب تا اسرائیل، و این شرکت های نفتی نبودن بلکه دولت های غربی بودن که به نتیجه رسیدن که شاه باید برود. خیلی ها معتقد هستن این مصرع اول یک مصرع دوم هم داشت که خمینی باید بیاید. این از یه معتقد هستند که آن که شاه رو برد خمینی را آورد. این نظر هم هست. بفرمید. این ذهنیتی است که برای توجیه انقلاب و در ضدیت با حاکمیت گذشته وجود داشته، هنوز هم نزد بسیاری این نکته وجود داره. یعنی از اعتراف به واقعیت این ذهنیت پرهیز میکنه. با
علم کردن این موضوع که شاه پول نفت رو در شکم کارخانجات اسلحه سازی میریخت و کار دیگری نمیکرد. و این پرسش هست که در سال 46 که اقتصاد ایران 14.2% رشد سالانه رو بنابر آمار سازمان ملل متحد نشون میده و این بالاترین و سریعترین رشد اقتصادی در دنیاست، از کجا تامین شده؟ با پول آب یا اون هم از همین منبع نفت آمده؟ امروز ترکیب قدرت در دنیا شاید تغییر کرده، یعنی تأثیر قدرت مالی کشورها به مراتب بیشتر از قدرت نظامی اونهاست. در دهه 60 قدرت نظامی قدرت تعیین کننده بود، در دهه 70 شاید آمیزه ای از قدرت اقتصادی و قدرت نظامی میتونست قدرت ملی درست بکنه. به این علت شاه دارایی های ناشی از فروش نفت با قیمت بالاتر رو نه تنها در زمینه های اقتصادی خرید کارخانجات و شرکت های بزرگ، که در زمینه ایجاد یک قدرت نظامی ملی هم در منطقه هزینه کرد. و همونطور که آقای دکتر امیر احمدی گفتن، قدرت مجموعه ایران بود که هم کشورهای خارجی و هم شرکت‌های نفتی رو به بیم و ترس واداشت. و نتیجه گیری من از سخن ایشون این است که انقلاب با هدف تضعیف قدرت ملی ایران صورت گرفت و از میان بردن منابع قدرتی که با هدایت حاکمیت پیش از انقلاب در ایران در حال انجام اون مسئولیت ها بود. ایران واقعا نه تنها به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، به عنوان یک شریک جدی قدرت‌های بزرگ مطرح می‌شد. همین قدرتی که آقای کارتر در تهران می‌آمد نزد شاه می‌رفت و می‌گفت من به داشتن مشاوری و شریک قدرتی مانند تو در منطقه افتخار می‌کنم. این بازسازی من از سخنان آقای کارتر نیست، این مجموعه حرفایی است که آقای کارتر رئیس جمهور لیبرال آمریکا به زبون آورده در ارتباط با قدرت امروز ایران. ولی امروز ما در ایران شاهد کی هستیم؟ آقای ابو مازن، آقای عباس میاد به تهران، ما افتخار میکنیم به همکاری باهاش و مدعی داشتن قدرت منطقه‌ای هم هستیم. ولی خیلی هم گفته میشه که از همون موقع که آقای کارتر در تهران چون این صحبت هایی رو میکرد، خب چند قدم اونورتر شریک شد در اینکه حمایتش رو از شاه برگرفت، حمایت دوستانه که بین واشنگتن و تهران بود و یکی از زمینه سازهای مؤثر سقوط شاه کارتر و همکاران اون بودن. این نظر هست آیه طرز. این هم سالوسی رؤسای دولت وقت کشورهای غربی است که به ظاهر به علت قدرت قابل لمس منطقه ایران خودشون رو نیازمند به کرنش و دروغگویی میبینن، ولی در باطن وقتی دور هم مینشینن توطئه میکنن برای تخریب اون منبع قدرت. حرف شما درسته، در گوادالوپ نماینده آمریکا هم در کنار بقیه کشورهای غربی به رفتن شاه رای داد. ببین در این زمینه شما صحبتی دارید، سخنی هست میشنویم آقای دکتر امینم؟ بله، من فقط میخواستم بگم که من هدفم این نبود بگم که شاه تمام پول نفت رو توی ارتش، البته خب اینجوری نبود. خیلی من خودم اون موقع هم ایران بودم و میدونم که همچی چیزی نبود و پول نفت تو تمام جاها رفت من جمله ارتش. ولی میخوام بگم که دلیل این که غرب بر علیه شاه برگشت این بود که از پول نفت استفاده کرد و قدرت سازی کرد. و این حد حرف ببین، تصادفا خیلی جالبه، شما بعد از انقلاب اولین کاری که جمهوری اسلامی میکنه رابطه نفت و ارتش رو از هم جدا میکنه. یعنی میگه اصلا اولین کاری که میکنه اعدام عمرای ارتش هست بر پشت بام مدرسه علوی. دقیقاً میخوام بگم، نه حالا اون یه بحث دیگه است، من یه چیز دیگه دارم میگم. میگم که یعنی آغاز همین جدایی که میفهمید. بله بله، من دارم یه چیز دیگه میگم، دارم عرض میکنم که اصلا دولت با سیاست دولت زمان شاه به اصطلاح هماهنگی بین نفت و ارتش بود، در زمانش جمهوری اسلامی این هماهنگی به هم ریخت تا اینکه صدام حسین به ایران حمله کرد و بعد دوباره این حکومت برگشت به زمان شاه. یعنی حالا من یه جوکی هم بهتون بگم، میگن تو یه وقتی میگن توی آقای آیت الله منتظری مرحوم توی نماز جمعه تهران داشت نماز میخوند، بعد پایان نمازش به مردم میگه مردم من میدونم شما ناراحت هستید و میدونم که وضعیتون خوب نیست و مملکت میدونید نظر اقتصادی سیاسی این ور اون ور مشکل داره و ما یه چند سال دیگه وقت بدید، به شما قول میدم
که کشور را برگردونم بکنیمش عین زمان شاه. این یه جوکه، ولی واقعیت اینه که الان یکی از آرزوهای جمهوری اسلامی امروز اینه که مملکت رو برگردونه بکنه مثل زمان شاه، هم توی کارش در روی نفت، در غنی‌سازی، در رابطه با غرب، در همه مسائل، در مورد اقتصاد. الان واقعا اقتصاد، بحث‌های اقتصادی تو ایران میشه دست راستی ترین بحث‌های اقتصادی که من تو زندگیم دیدم. من خودم تو کارم اقتصاده، یک بحث‌های بسیار بسیار عقب مونده دوران پینوشه‌ای، یعنی در واقع سیاست پینوشه‌ای اقتصاد دارن. میخوام بگم که خب این انقلاب رسیده به اینجا. ضمناً بر جهت اطلاع آقای تقی‌زاده که گفتن من نگفتم این انقلاب شکست خورده، من 24 سال پیش یک کتاب نوشتم به نام Revolution and Economic Transition: The Iranian Experience، انقلاب به گذار اقتصادی، تجربه ایران. در اون کتاب خیلی دقیق میگم که انقلاب اسلامی به شکست میره، به دلایل تئوریک براش دارم، نه فقط تجربی، که به طور تئوریک ثابت کردم تو این کتاب که این انقلاب با این شرایط نمیتونه موفق بشه. اینم جهت اطلاع آقای تقی‌زاده. واقعا هم این کار کردم، همیشه اعتقاد داشتم که این انقلاب موفق نبوده و نخواهد هم بود. مسائل خیلی عدیده ای داره، هم مسائل تئوریک داره، هم مسائل تجربی داره. حالا کار ندارم دیگه، اون بحث دیگری شاید یه جایی با سر این بحث صحبت بکنیم. ضمناً آقای چالنگی عزیز، من باید یواش یواش خداحافظی کنم، شاید مثلا حد اکثر دیگه تا 3-4 دقیقه دیگه بتونم خدمتتون باشم. خواهش می‌کنم. حتما. آقای تقی‌زاده در این زمینه صحبتی اگر هست؟ نه، من خیلی خوشحالم که این نقطه نظرها رو از جانب آقای دکتر امیر احمدی میشنوم، ولی اگر من به جای ایشان بودم هیچ وقت به روی اسب بازنده شرط نمی‌بستم، به خصوص تلاش نمی‌کردم که جاکی اسب بازنده بشم. ببینید منظور شما نامزدی ایشون از برای ریاست جمهوری؟ بله بله، من میدونم ایشون چی داره میفرماد. ببین، من یه آدمی ام که به عمل اعتقاد دارم نه به حرف. ما متاسفانه تو فرهنگ سیاسی ایران ما به پروسه، به روند اعتقاد نداریم، به نتیجه اعتقاد داریم. من همین انتخاباتی که من توش اومدم، ببینید چه کار کردم. من از همون اولش اومدم یه دونه پلتفرم نوشتم، در 100 صفحه همه جام پخش کردم، رفتم سخنرانی کردم، حرفامو زدم، تا جایی که حکومت عملا ترسید حتی من اجازه ثبت نام بده. ببین، ما با حرف، شما 1 میلیارد سال اینجا بشینی حرف بزنی هیچ اتفاقی نمیفته. باید عمل کرد، باید وارد میدون شد، باید به هر حال یک جوری به مردم، این مردم ایران آدم میخوان که تو صحنه باشه، نه اینکه پشت تلویزیونیا باشه. من اصولا اینجوری بودم تو زمان زندگیم، یه آدم عملی بودم توی رابطه با امریکا، توی مسائل انتخابات، یه همه چیز، و همیشه هم گرفتاری زیاد داشتم، حرف هم زیاد شنیدم، ولی اعتقاد دارم و داشتم که آدم باید مرد عمل باشه، نه فقط مرد حرف. من سوالم این است که واقعا عمل به هر عملی، اقدام به هر عملی قابل توجیه، یا فقط اقدام به عمل سازنده و مصلحت و در جهت منافع مردمه که میتونه قابل توجیه باشه؟ من عمل میکنم، میرم بنیان یک ساختمون رو کلنگ دست میگیرم و از این خراب میکنم و میریزم. من میرم به عنوان وکیل مدافع یک قاتل که میدونم قتل رو به عمد کرده و باید محکوم بشه، عمل میکنم و سعی میکنم اون رو تبرئه بکنم، خب، و اون رو در جوامع بین‌المللی توجیه بکنم. آقای تقی‌زاده، آقای تقی‌زاده، اجازه بفرمایید. بله، ببینم که من میخوام خدمت آقای تقی‌زاده عرض کنم، من که اون کارا رو نکردم، که نه من کلنگ برداشتم کاری کردم، نه کسی رو کشتم، نه از قاتل دفاع کردم. من به عنوان یک شهروند ایرانی ابتدایی ترین حق شهروندی خودم رو خواستم اعمال کنم. هر شهروند ایرانی حقشه که هم انتخاب بده هم انتخاب بشه. این ابتدایی ترین حق ماست. جمهوری اسلامی حق نداره که این حق شهروندی رو از ما بگیره. اگر میگیره، اونی که میبازه اونه، نه ما. ما باید به دنیا بگیم که ما یه شهروند معمولی، قانونی و منطقی هستیم و حق ما اینه که ثبت نام بکنیم برای رئیس جمهوری. ثبت نام ببین، من
تو اگه شما پلتفرم منو خونده باشی متوجه میشی که من تو پلتفرمم، خب چیزی نیست که بخواد خدای نکرده اون چیزی که مردم ایران میخوان در مقابلش باشه، در درست برعکس. من همه اون آرزوها و امیال و کارهایی رو که مردم ایران میخوان بکنن توش هست. ببینید ملت 71% رفتن رأی دادن توی همون انتخابات، در حالی که به من میگفتن که آقا تو برو خودتو مسخره کردی نرو توی انتخابات، کسی نمیره توی انتخابات شرکت کنه. ببین چرا مردم ایران میرن؟ برای اینکه مردم ایران اولا دنبال یه آلترناتیو بهتر از هر چیز دیگه میگردن، دوم هم مردم ایران واقع بینن، مردم ایران میخوان به حال زندگیشون یه جوری بره جلو. اینا دیگه از جنگ و انقلاب و نمیدونم تحریم و اینا خستن، واقعا خستن. اینا از هر کورسوی اجازه بفرمین قبل از اینکه من در همین زمینه های تجزیه سخن از کوتاه بفرمین چون وقتمون هم رو به پایه. من حق به جانب آقای دکتر امیر احمدی میدم، مردم به دنبال آلترناتیون، ولی نه یک آلترناتیو اصلاح طلب از درون حاکمیتی که از ریشه پوسیده و هیچ جایی برای اصلاح باقی نگذاشته. مردم در سال 88 نشون دادن چه آلترناتیوی میخوان وقتی که عکسای خامنه ای رو به زمین گذاشتن، به اون پای کوبیدن. آلترناتیو یعنی تغییر دولت روحانی به دولت آقای احمدی نژاد. دولت آقای احمدی نژاد با آقای دکتر امیر احمدی نیست، آلترناتیو مجموعه حاکمیتی است که زائده های اون آقای احمدی نژاد و آقای روحانی هستند. ساختار از بنیان خرابه و اون چی که مردم میپسندن تغییر بنیادی حاکمیتی است که همونطور که عرض کردم زائده های اون رؤسای دولت هست. برخی از بینندگان ما احتمالا کلمه رو آشنایی ندارند. آلترناتیو شاید نزدیکترین جایگزین یا شیوهی که بشه مقایسه کرد یا وضعیت دیگری که بشه مقایسه کرد جایگزین کرد با وضعیت موجود. چه شیوه و چه راهی، چه جایگزینی، چه سیاستی میتونه این اوضاع رو به شکل بهتری به تغییر بده؟ تغییرات بنیادی مردم واقع بین ایران که شما اشاره کردید یک بار واقع بینیشون شاید کنار گذاشتن، تصویر آیت الله خمینی رو در ماه دیدن، ثمره این شد. بازگشت به واقع بینیشون از چه راهی باید باشه آقای؟ ببینید آقای چالنگی، میگن تا میوه نرسه از درخت نمیفته. ببینید واقعیت اینه که این یه انقلابه، ما فراموش میکنیم که در ایران یه انقلاب شد، یه انقلاب بزرگ. امکان نداره فراموش کنیم، بفهم. آره این انقلاب شد. بنابراین ما همه انقلابا بر حال یه قدرت ماندگاری دارن. هیچ انقلابی نشده تو دنیا که در 3-4-5 سال از بین بره، تقریبا غیر ممکنه. اون بحث من نیست، میگم چه شیوهی، چه جایگزینی، چه تدبیری. ببین من این جای اون نیاد بندازی گردن قبلی احمدی نژاد این کاری کرد، اون یکی دیگه خاتمی کرد. هر کس یه شیوهی داره. شیوه خود من همینه که من شیوه از طریق انتخابات، از طریق حرف زدن، از طریق عمل کردن، سازمان دادن اینا. خب حالا آقای تقی‌زاده و دیگران ممکنه شیوه های دیگه‌ای داشته باشن و اعتقاد به سرنگونی دارن. واقعیت اینه که در 35-6 سال گذشته مخالفین جمهوری اسلامی این مسیر براندازی رو به انواع و اقسامش رو تجربه کردن، یعنی هم از مجاهدش تا علی‌شاه چیز آقای رضا پهلوی یا کسان دیگه، همیشه خب توی این مسیرها بودن. واقعیت اینه که اونم عمل نکرده. یعنی شما اگه خوب نگاه کنید در این 34 سال گذشته اگر هم تغییر کوچکی به نفع مردم اتفاق افتاده، نه در چارچوب براندازی بوده که در چارچوب همین انتخابات بوده و همین انتخاباته که باز یک فرصتی ایجاد میکنه. آقای تقی‌زاده گفت که سال 2009 مردم ریختن تو خیابون. خب رفتم مردم تو خیابون ریختن، ببینید برای چی مردم کی تو خیابون ریختن؟ بعد از یه انتخابات، یعنی در واقع اون انتخابات بود که اون فرصت وجود آورده بود. بنده میخوام بگم خود انتخابات یک شیوه است برای رسیدن به اون جایگزینی. حرف من جایگزینی چه وضعیتی جایگزینی میشه که بعضی مردم بهتر شه؟ انتخابات یه وسیله است، یه وسیله است که از طریق اون خب آقای تقی‌زاده میتونه بره سرنگونی ایجاد کنه، بنده میتونم میخوام برم توش تغییرات درون حکومت بدم. یعنی میخوام یه شیوه است، این شیوه رو شما نفی نکنید، برای اینکه مردم ایران این شیوه رو دوست دارن. همین
همین انتخابات اخیر 71 اجازه بفرمایید. بله اصلا تو خیابون روشن بود امیر احمدی از آقای تغییرزاده یک دقیقه وقته. مردم نشون دادند که به هر حال اگر اونها فرصت پیدا بکنن اون چی که نمیخوان مجموعه حاکمیته، ولی رأی دادن در انتخابات گزینه ایست که مردم بین بد و بدتر و سر ناچاری انتخاب کردن. من صحبتم این است که از همین وسیله یعنی انتخابات حاکمیت همیشه به عنوان رأی مشروعیت در دنیا استفاده کرده و این سوء استفاده رو ادامه میده. مسئولیت آدمی مثل من ایجاد ذهنیت و باور تازه نزد مردمه، به اونها بگم که حقیقت چیه و اون چه که واقع هست به چه شکلیست، در مردم انگیزه ایجاد بکنم، باور ایجاد بکنم و بگم سکوت شما رو حاکمیت به عنوان رأی اعتماد خودش در دنیا میفروشه. تا وقتی اعتراض نکردید حرف شما به گوش کسی دیگری نمیرسه، وقتی حرف شما به گوش دنیا نرسید ناگزیرن با همین حاکمیت و همین جمهوری اسلامی وارد تعامل بشن. من نه توپ دارم نه تانک دارم نه سازمان، ولی زبان دارم و قلم. مسئولیت من ایجاد انگیزه نزد مردمه و خواستن از اونها برای برخواستن در کنار حقی که باید به اون باور بکنن. اون زمان است که رژیم خواهد دید به مراتب از اون چیزی که فکر میکنه در مقابل خواسته قوی مردم ضعیفتره. سپاسگزار هستیم آقای طرزاده. آقای امیر احمدی با سپاس بسیار، با اینکه باید زودتر از این که میرفتید بازموندید و برنامه رو ادامه دادید، به احترام بینندگان ما سپاسگزار هستیم. از هر دو مهمان گرامی و امیدواریم این بحث در ارتباط با مسائل روز در هفته آینده ادامه پیدا کنه و هفته های آینده دیگه. مرمت زیاد آقای طرزاده هست. با سپاس. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. انتخابات و شیوه های دیگر وسیله است برای رسیدن به فردای بهتر. با هر ایده و نگاهی که به آینده داریم، با این آرزو که ایرانیان، مردم ایران آینده بهتر داشته باشن، بر سر سفره خود سفره آبرومندانه ای داشته باشن، در کوچه و بازار نیست، حقوق انسانی و شهروندی و کرامت انسانیشون رعایت بشه و محترم شمرده بشه و بسیار، و کودکان ایرانی آینده روشن در برابر خود داشته باشه، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توشال، سند و سبلان، آسماری، زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.